دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که خوب و خوش باشید. امروز با آموزش املت اسفناج و یا به اصطلاح نرگسی در خدمتتون هستم. احتیاج داریم به 400 گرم اسفناج، 3 عدد تخم مرغ، نمک و فلفل به مقدار لازم، 4 حب سیر که باید اون رو رنده ریز کنیم و 1 عدد پیاز متوسط که باید اون رو خلالی کنیم و سرخ کنیم. دوستان عزیزم، بعد از اینکه اسفناج هامون رو خوب شستیم، اونها رو به اندازه های 1-2 سانتی ریز میکنیم و داخل قابلمه‌مون میریزیم و با نصف استکان آب روی حرارت متوسط و درب بسته اجازه میدیم که کاملا بپزه. وقتی که پخت اون رو داخل آبکش میریزیم تا آب اضافی اون خارج بشه. خب دوستان، داخل یک ماهیتابه پیازی رو که خلالی خورد کرده بودیم رو سرخ میکنیم که حالت طلایی رنگ بگیره. وقتی که پیازمون سرخ شد، 4 حب سیری رو که داشتیم و رنده کرده بودیم با رنده ریز اون رو بهش اضافه میکنیم و حدود 30 ثانیه اون رو تفتیم. و حالا اسفناجی رو که پخته بودیم رو بهش اضافه میکنیم و مغربه ها نخیم. بعد از اینکه این مواد رو کمی با هم تفت دادیم، نمک و فلفلمون رو بهش اضافه میکنیم. کمی تفت میدیم تا نمک و فلفل و بقیه مواد مخلوط بشه. اندازه سیر هم بستگی به ذائقه خودتون داره. اگر که زیاد از سیر خوشتون نمیاد، میتونید که مقدارش رو کم تر بریزید. خب حالا نوبت اضافه کردن تخم مرغ هامون هستش. تخم مرغ ها را دونه دونه اضافه میکنیم. صورت و اجازه میدیم که تخم مرغمون ببنده. این غذا در این حال که خیلی ساده و راحت آماده میشه، یک غذای کامل و مقوی هست. پروتئینش رو از تخم مرغ میگیره و ویتامین و مواد معدنیش رو از اسفناجش میگیره و غنی از آهن هستش و بسیار مناسب هست برای زمانی که از سر کار برمیگردید و وقت غذا پختن رو ندارید و یا اصلا حوصله غذا پختن ندارید. این میتونه غذای مناسبی باشه. خب اجازه میدیم که تخم مرغمون ببنده و غذامون آماده است. اگر دوست دارید که زرده تخم مرغ‌ها کاملا بسته و سفت بشه، توی این موقع باید در ماهیتابمون رو بذاریم و شعله رو خیلی ملایم میکنیم و اجازه میدیم که تخم مرغ‌هامون آماده بشه. خب دوستان، غذامون آماده شد و من این رو داخل یک ظرف سرو میکنم و خدمتتون نشون میدم. با من باشید. خب دوستان عزیزم، نرگسی ما هم آماده شد و من اون رو داخل این ظرف سرو کردم.
امیدوارم که از این برنامه هم خوشتون اومده باشه و این رو در مناظرتون آماده کنید و نوشه جون کنید. اگر از برنامه های من خوشتون میاد لطف کنید این برنامه ها رو به اشتراک بگذارید بین دوستان و آشنایانتون، و اگر بیننده بار اول برنامه من هستید لطف کنید سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. تا یک روز و یک برنامه دیگه، خدا